جریاناتی در داخل ایران هستند که از نظر رفتار و کردار و عمل کرد کاملا با دموکراسی هماهنگ هستند خیلی جریانات هستند که مدعیش هستند ولی در عمل نیستند حالا این قضاوت جامعه خواهد بود و تشخیصشون که کدوم جریانات به راستی متعهد هستند و کدوم ها نیستند اینم تنها رای آزمایشش برمرا کردن در شفافیت که به چالش بکشید که خب. حرفتون با عملتون باید یکی باشه دیگه لازم نیست من اینو بهتون بگم این دیگه به قول میگم اولین سوالیست که هر کسی باز بپرسه بنابراین در رابطه با این که اگه منظورتون این هستش که آیا واقعا ما به اون مرحله به عنوان یک جامعه رسیدیم که لیاقت یک آینده دموکراتیک داشته باشیم شما فکر کنید این همه سال من واسه چی این کار دارم میکنم واسه به خود ثابت بشه که میتونیم یا نمیتونیم ولی یه چیزی هم یه واقعیت تاریخی است هرگز تا امروز این فرصت رو نداشتیم بنابراین اونایی که میان میگن که این سیستم به درد نمیخوره اون سیستم به درد نمیخوره این دیگه گذشته است این دیگه آینده است یا این نمیشه و نمیشه از کجا میدونید از کجا میدونید که اینو میگید چون روش اندازگیری رو هرگز ما به اجرا نذاشتیم آیا میتونیم سر این توافق داشته باشیم به با عنوان یک واقعیت تاریخی و اگر این درست هست آیا وقتش نرسیده برای اولین بار در تاریخ کشورمون این آزمایش رو بکنیم که برای خودمون معلوم بشه که اصلا ارزش رو داریم یا نه دلیلی که مقدار زیادی اه این حالا اسمش رو بذاریم محبوبیت یا باور یا اعتماد در میان همیانانمون ایجاد شده به خصوص نسل جدیدتر بر مبنای نیست که فکر میکنم از حالا من با منو بالا یک منبری بذارن در یک نقش خاص به این باورمند هستن که من متحد هستم به روش دموکراتیک و در این فاز ترانزیشن میتونم یک نقش بسیار مهمی داشته باشم و ضمناً این رو من بارها گفتم گفتم من خودم هیچ هدف شخصی رو دنبال نمی کنم نه دنبال قدرتم نه دنبال پست و مقام ولی میخوام کمک بکنم که جامعه ما برسه به اون آینده دموکراتیک و برای این کار بهترین روش این که در موقعی که بحث های ایدئولوژیک یا شکل, یا شکل نظامی پیش میاد کاملا موضع بیطرف و فرامستکی داشته باشن برای که آنست بروکر باشن به قول اینا به رسید نمیشه بنابراین چه جمهوری خان، چه مشروط خان، هر نگاهی که به شخص رضا پهلوی اکنون دارن هیچ چیزی کمتر از این نباسی توقع داشته باشن که تعهد من رو به یک پروسسوس دموکراتیک که آخرش اونها تصمیم گیر هستند بدون هیچ پاداش یا انتظار منفعت شخصی من دارم این کارو میکنم اونم به خاطر چی برای اینکه برسیم به که بحثش بود به خودمون ثابت بکنیم که میتونیم چه آینده‌ای داشته باشیم یا شاید هم ثابت بشه که نداریم من نمیدونم جوابش چی هنوزا ترجیح میدم باور کنم که میتونیم برسیم ولی به اینجا باز برسیم بالاخره که به خودمون ثابت بشه و من اینجاست که خوشم نمیاد از بحثای ادهی که میام میان که خب پادشاهی که جواب نداره یا جمهوری که جواب نداده دموکراسی رو هنوز امتحان نکردیم که بدونیم جواب داده یا نه واقعیت اونجاست حواستون باشه بحث چیه اینا بحثای هاشیه ایست اینا بحثای گمراه کننده است به نظر من از هر زاویه و دیدگاه که باشید